سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من مهدی دودی هستم. خیلی خوش اومدین به اولین قسمت از مدل سازی ماشین مزدا، خودروی مزدا توی 3D استودیو ماکس. خب برای این کار ما مثل طبق روال معمول باید اول یه بلوپرینت تعیین کنیم. من پیشنهاد میکنم که برای پیدا کردن بلوپرینت به این سایت نت کارشو، همونطور که بالای صفحه دیدین، اونجا مراجعه کنید. ببینید نت کارشو، به این سایت مراجعه کنید و اینجا میبینید لیست ماشین، هر ماشینی که دلتون بخواد و هر ماشینی که توی دنیا باشه رو میتونید اینجا پیدا کنید. و من الان مزدا رو انتخاب کردم، در واقع ماشین دیگه هم هست ولی الان من به طور مخصوص ماشینای توی مدل مزدا رو اینجا انتخاب کردم. و اگر که مثلا بخوام مثلا ماشین دیگه رو بیارم، میام اینجا می‌نویسم همون نت کار شو. خب و اینا اینجا دیگه لیست ماشین هست. خب مثلا اینجا من اومدم مزدا رو انتخاب کردم، اینجا نوشتم مزدا. وقتی که مزدا رو سرچ کردم میبینید اینجا کل مزداهای تمامی مدل ها رو آورد واسم. من حالا امروز میخوام یعنی توی مدل سازی مزدای MX-5 رو مدلش رو بسازم. اینجا میبینید صفحه‌شو که باز میکنید یه آلبوم جلوتون هست، این از یک تا مثلا 20 مثلا صفحه داره پر از عکس. تک تک اینجا میان حالا نگاه میکنم، اینا در واقع این به عنوان رفرنس، عنوان یه الگوه دیگه. حالا مثلا اینه، من یه صفحه دیگرم اینجا باز کردم، اینجا میبینید و میام بهترین عکس ها رو دیگه انتخاب میکنم از توی اینا. بعد هر کدوم از عکس هم سایز داره، یعنی بالای هر عکسی که نگاه بکنید میبینید که یه سایز داره. مثلا من آخرین سایزشو که با کیفیت ترم هست اون انتخاب میکنم، مثلا این یکی رو. ببینید چه عکسی با چه سایزی رو برام باز کرد با چه کیفیتی. من میام همینو سیو از میکنم، سیو ایمیج از توی سیستم و همین دیگه. حالا عکس دیگه هم خواستین خودتون میتونید انتخاب کنید. حالا اینجا رو میبینید، میبینید هم این اینتریور داره هم اوتریور داره، اوتپوت میگن. آره اوترو. این هم بلوپرینته. این سایت رو شما میتونید توی گوگل سرچ کنید، هر ماشین که دلتون خواست بنویسید، مثلا فلان ماشین بلوپرینت. من الان سرچ کردم اینو پیدا کردم. حالا میام به خاطر که حالا کار شما هم آسون تر باشه لینکشو توی دیسکریپشن میذارم براتون. پس دیگه برای این موضوع زیاد درسن نخواهید کشید. خب بریم حالا سراغ اعمال بلوپرینت. من از قبل اومدم بلوپرینت هم رو تعیین کردم توی برنامه فوتوشاپ. اگر که مدل سازی سونیک رو دیده باشین توی چنلم، دیدین که چطوری توی فتوشاپ اومدم بلوپرینت ها رو آماده کردم. خب برای اینکه بیام بلوپرینت ها رو اعمال کنم، اول توی هر نما میام یک پلن تعریف میکنم و اون بلوپرینت هم رو روش اعمال میکنم به همین راحتی. خب من برای اینکه راحت تر بشه کارم، رنگ خاکستری انتخاب میکنم چون کمتر به چشم فشار میاره.
و میام به شکلم اعمالش میکنم، روش راست کلیک میکنم و لبستور میزم روی همون مودیفایرم، راست کلیک میکنم و کلابستور میزنم. نگاه کنید میبینید که تصویر بلوپرینت ما یه خورده شطرنجی، یه خورده بیکیفیته. برای همین کار میام از توی پنجره کاستومایز میرم توی پرفورمنس سیتینگ و میرم قسمت ویوپورت و چوز درایور رو میزنم و اینجا قسمت اوپن جی ال رو انتخاب میکنم. بعدش اوکی میام این چیزایی که الان اینجا ساختم یه سیو ازش میگیرم، چون که باید شما یه بار نرم افزار 3D استودیو مکس رو ریستارت کنید تا بتونید اون اعمال رو روی شکلتون روی برنامه‌تون ببینید. من الان بسم یه بار ریستارت کردم، دوباره اون مدلی که سیو کردم و صدا میزنم، میبینید کیفیت یه جور دیگه شد اینجا، چون من اوپن جی ال انتخاب کردم. برای این کار که مثلا شکلمون بهتر بشه میام دوباره همین متریال یه ریلود میکنم از این قسمت، اما میبینید هیچ اتفاق نمیافته. چرا؟ چون هنوز تنظیماتی براش ایجاد نکردم. دوباره میام توی ویوپورت، میرم توی کانفیگور درایور دایرکت ببخشید و این گزینه رو انتخاب میکنم، روی 1024 و 512 میگذارم، دانلود تکچر سایز رو 512، بکگراند تکچر سایز هم روی 1024، اون ستا تیک رو هم حتما باید بزنیم. اوکی اوکی و حالا دوباره متریال ادیتور رو میارم و ریلود. ببینید چه کیفیتی به هم زد، کیفیت شکل اصلا کلن عوض شد. کاملا میبینی فول اچ دی با کیفیت خیلی عالی میتونید ببینید که راحت دیگه میتونید روی مدلتون مدل سازی دیگه شروع کنید دیگه. خب این از این، حالا میریم نمای تاپ رو معرفی میکنم. خب اینم نمای تاپ، پلنمو یه پلن میکشم و سگمنتاشو بر میدارم، تنظیمش میکنم و میزنمش روی ادیتیبل، حالی اگه بشه اونو یادم رفت روی ادیتیبل حالی بذارم. خب میام یه قسمت ورتکس رو میگیرم که محور زدش رو میگیرم که این شکلم رو محور زد اون تعریف کنم، دقیقا بیاد روی خط محور زد اون، اون نقطه اون ورتکس قرار بگیره. خب میبینید این ورتکس رو انتخاب کردم و محور زدش رو انتخاب کردم. اوکی خب حالا میام همون شکل پلین جدید رو سلکت میکنم و ادیتیبل پولی انتخاب میکنم، میام شکل رو یه خورده سایزش رو تنظیم میکنم، مثلا روی محور ایکسش که الان کوچیکتر بود و میبینید اومدم اون ورتکس اون پلن قبلی انتخاب کردم و ایکسش رو با اون تنظیم کردم. میبینید الان اینجا ایکسش رو با اون ایکسمون رو کپی کردم، اینجا پیست کردم به همین راحتی. الان هم از محور ایکس هم محور زد با این یه اندازه شد. خب من اینو قبلا گذاشته بودم رو منفی 90، حالا اینو صفرش میکنم رو حالت نرمال. میبینی شکل حالت چرخیده میشه، یه حالت 90 درجه چرخیده میشه.
به خاطر که این شکل درست در بیاد من میام مثل خودش درستش میکنم. پس چیکار میکنم؟ میام ورتکساشو میگیرم و شکل رو درست میکنم، بعد میام با حالت روتیشن و میبینید روی محور وسط نیست شکلم، پس میام توی قسمت هرارکی افکتیو پایوت اونلی و سنتر رو میذارم، میاد مرکز. اوکی خب اینم از این تا اینجا. حالا شکل دوباره میام اندازه اون شکل قبلی میکنم که توی یک راسته قدم دیدم اشتباه شیفت رو گرفتم. نه اوکی خب شکلمونو میاریم اینجا. دوباره سنپ تاگل رو ما این دفعه سنپ تاگل رو انتخاب میکنیم و کل ورتکس های شکلمون رو انتخاب کرده میچسبونیمش به پلن قبلی. خب این ورتکس های این طرفش هم همینطور. خب صفحه دیگه خاموش میکنم چون دیگه نیازی بهش نداره. اوکی خب همون جوری که میبینید یه خورده احساس میکنم ماشینه نمای کافی خورده پهنه از بغل، به خاطر هم میام دوباره یووی مپ روش اعمال میکنم، بیت مپ رو میزنم ببینم چرا اشتباه زدم روی شکل، روی پلن اولی زدم، پلن نمای سایت زدم. پس میام روی همون پلن نمای تاپ دوباره کلیک میکنم یووی دبلی مپ و بیت مپ. اوکی میبینید شکلی خورده کشیده تره، یه خورده شکلمون کشیده تره، پس به خاطر همین میام اینو میکنمش اندازه این. برای همین Editable Poly انتخاب میکنم، وزنه Select and Result رو میزنم و میام از دو طرف میبرمش سر همون خطی که تعریف کرده بودم، یعنی سر شکلمون دیگه اینجوری. از طرف بک هم این کارو میکنم. آها اوکی نه آها خوبه فکر کنم خوبه. اوکی اوکی شد دیگه. اینجا هم که فیته، اینجا هم فیته. خب پس میام شکلم رو دوباره مودیفایرم رو دوباره کلاپس تو میکنم تا به اون مدلم اون کاراکترم اعمال بشه. خب حالا از سایزش که نگاه بکنید سایز بزرگتره. پس من یه خورده میام کوچولوترش میکنم. خب یه خورده سایزش اندازه کنم. نه چرا برگشتین؟ پس این بر بزنم. خب اینجوری فکر کنم راحت تر باشه. آره دوباره انگار همون شد، یعنی یه جورایی. حالا بذار از نمای دیگه امتحان بکنم شاید بهتر شد. در واقع ماشین باید اینجوری باشه، ولی حالا بذار از یه نمای دیگه هم امتحان کنیم ببینیم اون نمای دیگه چجوریه. خب پس نمای فرانت من انتخاب میکنم، نمای از جلو
و یه پلن دیگه اینجا ایجاد میکنم، اما این دفعه به این سایز. خب از نمای پرسپکتیو میام گزینه انسرت فولی سلکتش میکنم که بهش اعمال بشه از مودیفایر لیست و پلنم رو میارم میذارمش سر خط که توی جای درست قرار بگیره. خب اینجا فکر کنم دیگه کاملا فیت شه دیگه. پس اینجا ما حالا میخوایم که نمای فرانتو صدا بزنیم. فکر کنم زود زدم اینجا فرانتو، چون اگه که شما شکلتون رو صدا بزنید واسه این متریال دوباره اون تغییر میکنه اسمش، همونطور که دیدید اسم دوباره شد مپتری. خب پس من UVW map رو میزنم، bitmap fit open. میبینید تصویر پهن تره. خب برای اینکه بخوام تغییرات روش ایجاد بکنم، میبینید الان مثلا این شکل، این پلنی رو کشیدم ایجاد کردم، محورش روی خودش نیست، خیلی این برتره. خب بذار اول من تنظیمش کنم، بعد میرم سراغ محورش، میارم اینجا. اوکیه، این قسمت این برم میارم روی اینجا تنظیمش میکنم که حسابی شکلم توی کات قرار بگیم. کلاپس تو حالا دوباره میچسبونمش به پلن اولی. اوکی، ولی انگار تصویرم باید یه خورده پهن‌تر بشه، اون نمای تاپ هم مشخصه. اوکی، من میام یه کپی از نمای فرانت میگیرم، البته قبلش باید اینا تنظیمش بکنم، محورش رو میذارم روی مرکزش، بعد میام یه کپی ازش میگیرم. اوکی، حالا باید قرینش کنم دیگه شکلو. از اینجا میام روی میرور، نه میرور خواستم اول الاین رو بزنم بدم، نه الاین کسی، این چیز دیگه است. خب اینم این، این الان درسته دیگه فکر میکنم، ولی حالا باید ببینم چون فرق میکنم ایکس زد رو بزنم محور ایکس وای زد ایکس زد وای ایکس. نه احساس میکنم نه، آنتنه یه جوری چرخی جفت اون بر، نه نه این فکر نمی کنم درست باشه. پس دوباره میام میزنم. آها درست شد. درست شد. اوکی، خب حالا میام برای این دوباره تو متریال ادیتور، اینو یادم رفت اینو درستش بکنم، اول از همه اینو بکنمش فرانت. حالا درستش هم نکردید مهم نیست، ولی خب کارتون منظم تر میشه. اینم بیام نمای بک رو بیت مپ صدا بزنم. اوکی، اینم این نمای بک. There you go. Assign. چیش آها خب اینم از این،
اوکی. این هم از خب. حالا نمای فرانت ساید و بکمون درست شد، پس برای همین میخوام که نمای تاپ رو هم دوباره یه دستی به سرش بکشم. ببین میبینی نمی کنم اگه این کارو بکنم درست در بیاد. دارم فکر میکنم نه، فکر کردم با سایزش میشه ولی با سایز نه. یه خورده ای داره اذیت میکنه این، ولی خب درست میشه، چیز نشدی نیست. پس برای همین من میام اینجا شکلم رو، نه اوکی، بذار یه بار یه تنظیمش کنیم. اوکی اینم از این. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات خودتون رو حتما بنویسید. در ضمن منتظر قسمت بعدی همین ویدیو هم باشید. پس تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.